حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نقش الگو و آینده ساز ملت ایران در تحولات جهانی خاطر نشان کردند. اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات دادند و برای آنها الگو خواهند بود. 28 شهریور 1395 هفته دفاع مقدس شروع شده، فرماندهان نظامی رفتن دیدار. جملهش چی بود به مسئولین کشور؟ جمله این بود: آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. درد ما اینه، دل ما میسوزه که رهبری دو سال پیش فریاد زده آقا دشمن داره جادوی پولی و مالی میکنه، کشور رو خلاص کنید. اونایی که انتظار دارن رهبری بیاد پاسخگوی مسائل باشه، اونا باید پاسخگو باشن که رهبری وقتی به عنوان دیدبان اصلی و رهبر کشور مسائل مطرح کرده چرا گوش نکردید بهش؟ مگر همین شخص رهبری نیامد هشدار داد؟ 1395 رهبری بیاید پاسخگو باشد. آقا شما پاسخگو باشید. وقتی رهبری چند بار تو دیدار شماها گفته آقا مهاتیر محمد اومد اینجا به من گفت ما در ارتباط با نظام مالی و بانکی غرب، جورج سوروس یه شب تا صبح پدر ملت ما رو در آورد. آقایی و سروری دلار رو بشکنید، نه اینکه دو سال بعدش تو فروردین 1197 بزنین تو سرمون که دلار شده 5700 تومان. دلار آقا و سروره. یقه تک تک مسئولین جمهوری اسلامی تو قیامت سر پل صراط گیره، میگه اینو نگفت بهتون چرا، اونو نگفت چرا، اون یکی رو نگفت چرا، چرا این ملت رو ذلیل کردید؟ آیا نظرات کارشناسی تولید نشده بود؟ آیا باید نئوکینزیان رو پیاده کنید؟ آیا باید دیدگاه میلتون فریدمن رو پیاده کنید؟ آیا نگاه کنید ببینید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه نسخه‌ای برای شما میپیچه؟ آیا مراجع وقتی فریاد میزنن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است نباید گوش میکردید بهشون؟ آقا تو این قرآن ربا جنگ با خدا، جنگ با خدا. حکومتی به نام خدا و به نام دین سر کار اومده، مردمش عشق خدا و دین دارن، این مردم رو به جنگ با خدا میکشونی؟ یک کدومتون پاسخگو نبودید در لباس روحانیت، در مجلس، در دولت، در هر جای دیگه ای؟ حالا اسلام باید پاسخگو باشه، حالا رهبری باید پاسخگو باشه، حالا دین باید پاسخگو باشه. این مستنداتشه، زدین توی سرمون. برای همه این رو فرستادیم، برای اینکه نگن ما این کتاب رو نداشتیم. ما همه این کتاب کارنسیوار رو خریدیم، همش رو گذاشتیم تو پاکت با مستندات نامه طبقه بندی محرمانش که مسئولین این جنگ ارضیه، اینم ویدئوه، جیمز ریکاردز داره میگه پدر اقتصاد ایران اینجوری درآوردیم. این کتاب رو بخونید، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کمیته ویژه جنگ ارزی تشکیل بده، کمیسیون اقتصادی مجلس کمیته جنگ ارزی تشکیل بده، وزارت اطلاعات کمیته جنگ ارزی تشکیل بده، شورای عالی امنیت ملی بخش جنگ ارزیشو فعال کنه، خیانت دولت ما و خیانت مجلس ما اینه که رهبری این حرفها رو زد و اینها گوش نکردن. ای ناکارآمدیمونو ما اصلاح طلبها و اعتدالگراها میندازیم گردن رهبری، میگیم رهبری پاسخگو باشد. ببین مردم مشکلات مالی دارن، موشکارم بده بره، قاسم سلیمانی هم از سوریه برگردون. کور خوندید؟ در این مملکت کسی اجازه نداره درباره موشک مذاکره کنه. یه ملتی امام نداره، رهبر نداره، ولی نداره، دیدبان نداره، میگیم خب بدبخت یتیم افغانستان اون. اما مردمی که ولی دارن، امام دارن و این افق دور رو میبینه، مشکلات رو میبینه، بهش گوش نکنی، ملت رشید 80 میلیونی که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن، این ملت رو بخوای ذلیل کنی، توی 3 روز گذشته 20% اون چیزی که تو کیف پولتون بوده ارزشش کم شد. حق این ملت خداوکیلی، ملت خداوکیلی، ملت خداوکیلی، ملت خداوکیلی، ملت خداوکیلی.